سلام بچه ها، خیلی خیلی خوش شو من به ویدیو جد مارتین سیپیزت هستم. یادتون باشه حتما و حتما سابسکرایب بکنید، کامنت هم بذارید، لبتون گرم بچه ها. بریم که بهتون نشون بدم کلن تیمورلنگ کی بود و چی کارا کرد. بریم بهتون نشون بدم بچه ها، بریم که بهتون نشون بدم. دشت های بزرگ خاکستری مثل تیمور لنگ به خودش ندیده. تیمور توی خانواده معمولی به دنیا اومد، امپراتوری بزرگی تشکیل داد که از چین تا سواحل مدیترانه، از هند تا مصر چقدر بزرگ ادامه داشت. تیمور خودش رو فرمان روای تعیین کننده سرنوشت ستاره ها میدونست. میگویند اگر نام یکی از 10,000 سربازش را میشنید همیشه به خاطر میسپرد. با هر دو یا خدا چقدر حافظش خوب بوده، دست شمشیر میزد و با هر دو دست مینوشت. تیمور را جزو یکی از سه نبوغ برتر نظامی کل دوران ها میدونند. بعضی ها بهش احترام میذارن و بعضی ها هم با نفرت ازش یاد میکنن، ولی کارهایی که تیمور انجام داده کاری انسان معمولی نیست، بلکه نشان از توانایی فوق‌العاده تیمور داره که از هیچ به همه چیز رسیده. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشید و دکمه زنگوله رو بزنید. یادتون باشه حتما چنل من ساب کنید بچه ها. کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال جعبه اسرار همراه باشید. بیم بیم چی شد؟ تیمور لنگ طی ماجراجویی 35 سالش 17 میلیون نفر را قتل عام کرد. کل عمر و زندگی یا خدای 17 میلیون تیمور پر از ماجرا بود. تیمور سال 1336 یا روستا متعلق به قبیله برلاس ها به دنیا اومد. او پسر تراغای و تکین خاتون بود. وقتی جغتای خان حکم مرگ تیمور را داد، به همراه همسرش آلجای ترکان و دوست صمیمیش امیر حسین فرار کرد و در بیابان راهزنی و دزدی مشغول شد و حتی به عنوان مزدور هم کار کرد. مدتی هم اسیر و به مدت 2 ماه در انباری پر از حشرات زندانی بودند. پس از این اتفاق است تیمور از ناحیه دست و پا آسیب دید و به تیمور لنگ معروف شد. تیمور لنگ از اینجا میاد. کسب شهرت و اشغال ماوراء النهر با استفاده از تاکتیک های هوشمندانه ای که خودش طراحی کرده بود در میدان جنگ بر رقبای خودش پیروز شد. در یکی از نبردهاش به سربازانش دستور داد که در تپه های اطراف دشمن هزاران توده آتش بپا کنند و دشمن هم فکر کرد که از هر 4 طرف محاصره شده. یا توی یه نبرد دیگه سربازان تیمور موقع دنبال کردن سربازان دشمن به فرمان تیمور به سپرهای خودشون شاخه های پر از برگ درختان رو بستن تا حین حرکت گرد و خاک زیادی بپا کنن و دشمن فکر کنه که یه ارتش داره به سمتش میاد. سربازان تیمور با این روش چندین شهر مهم رو تونستن محاصره کنن، ولی با این حال تیمور نمیتونست خودش رو به عنوان خان خطاب کنه، چون طبق قوانین چنگیز خان فقط نوادگان چنگیز میتونستن عنوان خان رو داشته باشن و به خاطر رسم و رسومات تیمور خودش رو امیر خاند و همیشه یکی از نوادگان چنگیز خان از جمله کوکلا خان در کنار تیمور بود. و بعد از این فتوحات باور نکردنی تیمور شروع شد. دلیل پیروزی های تیمور این بود که او علاوه بر اینکه رهبر خوبی بود، همچنین در کارهای خودش خیلی از حیله، فریب و سیاست استفاده میکرد. تیمور تشکیلات جاسوسی پیشرفته ای رو برای خودش به وجود آورده بود. قبل از سفر به هر جا اول اطلاعات مفصلی رو درباره اون مکان به دست می آورد و هم درباره اختلافات و هم درگیری های داخلی اون کشور اطلاعات کسب می کرد. البته یکی از مهمترین تکنیک های تیمور ایجاد رعب و وحشت بود. خیلی از شهرها بدون هیچ مقاومتی در برابر تیمورستان توی یه روز سر 100,000 نفر از مردم عادی رو از بدنشون جدا کرد. وقتی تیمور دهلی پایتخت هند رو اشغال کرد، ارتش هند 125 فیل داشت. تیمور برای مقابله با فیل‌ها راه حل وحشتناکی رو به کار برد. اون 100 تا شتر رو به همدیگه بست و این شترها رو آتش زد و بعد هم روی فیل‌ها انداخت. فیل‌ها که ترسیده بودن عقب نشینی کردند و سربازان هندی زیر دست و پای این فیل‌ها له شدند. تیمور سر کسانی که تسلیم نشدند و در مقابل سربازانش جنگیدن رو برید و از این سرها برجی ساخت. سفرهاش به هند میسیونرهای مبلغ دین مسیحیت رو از هند فراری داد
و اجازه نداد که این دین رو در هندوستان گسترش بدن. تیمور علاقه خاصی به سر بریده داشت. وقتی مردم در برابر سپاه تیمور مقاومت می‌کردند، تیمور میزهایی می‌چید و از سربازانش خواست که هر کدوم دو تا سر ببرند و بیارن پای میز و به اسم خودشون ثبت کنند. بعضی از سربازها که نمی‌خواستن سر همنوع خودشون رو ببرن، به سربازهای دیگه پول می‌دادن و ازشون کله می‌خریدن تا به اسم خودشون ثبت کنند. و بعد هم در قسمت‌های قابل رؤیت شهر از این سرها برج می‌ساختند. ولی با وجود همه این کارها، تیمور فقط یک فرد بربر و وحشی خالص نبود، بلکه شخصی بود که علاقه زیادی به سازندگی و آبادانی داشت. همه کشتارهایی که تیمور انجام داد مطابق با قوانین وضع شده توسط چنگیز خان بود. هدف تیمور به وجود آوردن یک امپراتوری نبود، بلکه او می‌خواست به همه جهان سلطه پیدا کنه و او جزء معدود افرادی بود که قابلیت و توانایی تسلط پیدا کردن بر جهان رو داشت. ادگار آلن پو تو یکی از شعرهاش تیمور رو به عنوان خدایی توصیف میکنه که به واسطه یه انسان بودنش حیف و میل شده. تیمور خودش رو صاحب قران، یعنی کسی که تقدیر ستاره ها رو تعیین میکنه، میدونست و میگفت از اونجایی که خدایی در آسمان ها وجود داره، پس باید حاکمی هم در روی زمین وجود داشته باشه و معتقد بود که زمین برای برآورده کردن نیازهای یک فرد خیلی کوچیکه. تیمور علاوه بر مهارت جنگیدن، توانایی خاصی در ایجاد نزاع و کشمکش بین شاهزادگان ترک، شاهان سابق و کشورهای همسایه و دشمن داشت. بعضی از شاهزاده ها با کمال میل تحت حمایت تیمور در اومدند. بعضی از شاهزاده ها هم این راه جونشون رو از دست دادند. طبق نوشته های تیمور، سپاه عثمانی حدود 70,000 نفر بودند، ولی مورخان معتقدند که تعداد سربازان سپاه عثمانی چیزی حدود 40,000 تا 50,000 نفر بودند. تمام سپاه تیمور سوار نظام بود و از اقوام تاتار سیاه، ترک های قبچاق، تیراندازان مغول و سوارکاران ترکمن تشکیل شده بود و 15 فیل جنگی هم در سپاه داشتند که از هندوستان آورده بودند. این دو سپاه بزرگ دنیای ترک و دو اسم مطرح در مقابل همدیگر قرار گرفتند. سپاه عثمانی از تعقیب تیمور در آنتولی خسته و کم توان شدند و بعد از مدت کوتاهی هم در مقابل تیمور شکست خوردند. در طول جنگ خیلی از سربازان سپاه عثمانی به سپاه تیمور پیوستند. فقط رومی ها و سربازان ینیچری تا آخرین نفس در کنار بایزید جنگیدند و در نهایت سلطان بایزید در 16 کیلومتری میدان جنگ اسیر تیمور شد. تیمور با او مثل یک فرمان روا رفتار کرد، نه مثل یک اسیر. پس از مدتی بایزید مرد. بعضی ها معتقدند که بایزید زهر خورد و خودکشی کرد و بعضی ها هم گفتند مرگ بایزید علتهای دیگه ای داشته. بعد از این جنگ امپراتوری عثمانی به مدت 11 سال وارد دوره فترت، یعنی جنگ های داخلی و آشفتگی در اداره امور داخلی شد و این وضعیت تا زمانی که سلطان محمد چلبی به حکومت برسه و امپراتوری رو از دوباره متحد کنه ادامه پیدا کرد و تأخیر از دولت به امپراتوری و فتح استانبول به مدت 50 سال دیر شد و ترس از تیمور اروپا را فرا گرفت. پس از شکست حکومت عثمانی در مقابل تیمور، دیگه دیواری بین اروپا و سپاهیان تیمور وجود نداشت. با این حال تیمور قصد لشکرکشی به اروپا را نداشت. به نظر تیمور اروپا فقیر بود و بهتر دید که به سمت چین بره. تیمور پایه و اساس و بنیان روسیه امروزی رو گذاشته. هرچند تیمور یک مسلمان بود، ولی عقیده او با عقاید امروزی مسلمانان خیلی فرق داشت، چون عقاید تیمور با سنت‌های قبایل بیابانگرد و قوانین چنگیز خان گره خورده بود. تیمور از چنگیز خان به عنوان خان خانان یاد می‌کرد و خودش رو داماد خانها می‌دونست. طبق سنت‌های قدیمی شمنها، قبل از شروع به جنگ‌های مهم با استفاده از ارگان‌های داخلی حیوانات فال می‌گرفت. تیمور فرمانروایی بود که آسیای امروزی رو شکل داد. شاید به نظرتون تیمور یک وحشی تمام عیار بود، ولی این تعریف از او کاملا هم درست نیست، چون تیمور به علم و هنر علاقه زیادی داشت. او همه هنرمندان و دانشمندان کشورهایی که فتح میکرد رو به سمرقند دعوت میکرد، حتی به زور اونها رو به سمرقند میآورد. تیمور شهرهای بزرگ ازبکستان امروزی رو از دوباره ساخت. بعضی از بزرگترین میدانها و کاخهای دنیا رو ساخت. هنوز هم میدان امیر تیمور یکی از جاذبه‌های گردشگری دو جهانه. امروز ازبکستان به عنوان نیای بزرگ تاریخ ترک شناخته میشه، که واقعا هم درسته، چون غیر ممکنه به سمرقند برین و شیفتگی زیبایی اونجا نشین.
تیمور موقعی لشکرکشی به چین مریض شد و سال 1405 تو سن 68 سالگی توی شب سرد در دشت ها تو چادرش مرد. موقع مرگش یه امپراتوری بزرگ تشکیل داده بود که از مصر تا چین ادامه داشت. مورخان علوم نظامی تیمور رو بعد از چنگیزخان و اسکندر بزرگ سومین نابغه نظامی میدونن. همه دنیا تیمور رو میشناسه. این داستان تیمور بود که از صفر شروع کرد و داستان بی‌رحم‌ترین گرگ خاکستری دشت‌های آسیا. بسیار بعید هست که دوباره شخصی مثل تیمور یا چنگیزخان از آسیای میانه پیدا بشه. قبلا آسیای میانه پرجمعیت‌ترین و ثروتمندترین منطقه تو جهان بود. این اشخاص به خاطر محافظت از اون منطقه به دنیا می اومدن. ولی امروز این منطقه دیگه مرکز دنیا نیست. وقتی تیمور مرد، در عرض 35 سال ماجراجویی 17 میلیون نفر رو کشته بود. ولی به عنوان یکی از بزرگترین حاکمان ترک همه دورانها از دنیا رفت. تیمور رفت، ولی داستان او هیچ وقت از سر زبون ها نمیفته. امیر تیمور، تیمور لنگ، فرمان روایی که سرنوشت ستاره ها رو تعیین. خب بچه‌ها دمتون گرم که دارم تماشا کردم، بهش گفتم بهتون باشه حتما و حتما سابسکرایب بکنید، کامنت هم بذارید، لایک هم بکنید. دمتون گرم بچه‌ها، خدا نگهدار.